سلام، به برنامه پرژیان آوارد خیلی خوش آمدی آریان جان. از برنامه جوایز پارسی در خدمت تو هستیم. میدونیم که آهنگساز، خواننده و تنظیم کننده هستی و در زمینه موسیقی راک تو ایران فعالیت داری. میخواستم خودتو معرفی سلام کنم علی جان. و ارادت خواهش میکنم، دیلی باعث میشه که ما گاهی اوقات نتونیم با هم دیگه دیرتر میشنوی، به خاطر این عذرخواهی میکنم. خودتو معرفی کن و یه مقدار از سوابق هنریت برای ما بگو. سلام علی جان و بسیار خوشحالم که در خدمتتون هستم. دیگه همونطور که خودتون فرمودین، من آهنگساز، خواننده، نوازنده و تنظیم کننده که راک ایرانی یا فارسی هستم. از 13-14 سالگی کلن نوازندگی رو شروع کردم، تا همین الان هم که در خدمتتون هستم فعالیت میکنم، تا جایی که ممکن باشه و به قول معروف احساس بکنیم که میتونیم مفید واقع بشیم. اختیار دارید، حتما اینطور هستش. ما که کارهایی که جدید دوستان کار جدید تو که برای من فرستادی خیلی دوست داشتم، خیلی کار قشنگی بود. یه مقدار راجع به کار جدیدت صحبت کن برامون و بعد برگردیم دوباره به اول، برگردیم به همون 13-14 سالگی شما تا امروز. خواهش میکنم، محبت داری. آهنگ آخرم که اسمش بود سلام دکتر، حالا احتمالا از اسمش مشخص هست یه چیزایی که مربوط به چه موضوعاتی هستش و کلن خطاب اون به دکتر کی بوده. حالا دوستانی که آهنگ رو شنیدن بیشتر شاید متوجه متنش شده باشن و صحبتهایی که تو شده مقدار صحبتهای اجتماعی هستش و مسائلی که شاید تو 8 سال گذشته به ما گذشته. یه مقداری چاشنی سیاسی هم خب داره، ولی من اساسا دوست ندارم اونجوری مستقیما بخوام اشاره بکنم به جریانی که بخوام چیزی رو زیر سوال ببرم که حالا یه مقدار کلیشه باشه، یا اینکه اصولا سعی میکنم با شاعر گروهمون که حبیبه سروشتیداری عزیز هستش مشورت بکنم در مورد این مسائل، یه مضمونی، یه موضوعی رو بتونیم پرورش بدیم و بهش بپردازیم. چون میدونیم، من فکر میکنم همیشه وقتی مسائلی پیش میاد مثل جریانهایی که الان ما توی ایران داریم، از سبک مثلا رپ یا راک انتظار میره که این مسئله رو عنوان بکنن یا در موردش صحبت بکنن. من تا قبلتر خب با مجوز کار میکردم، یه آلبوم هم دارم قبل از این به اسم سوت سکوت که 12 تا ترک هست و سال 2008 منتشر شده. خب اون موقع جریان یه جوری بود، ما خیلی راحت‌تر میتونستیم مجوز بگیریم. الان همونطور که میدونی خیلی توی وزارت ارشاد سلیقه‌ای خب برخورد میشه. الان نسبت به حال و هوا و شرایطی که مملکت داره به ما مجوز ندادن برای آلبوم جدیدمون و ما خب این کار رو به صورت آندرگراند یا همون زیرزمینی خودمون منتشر کردیم. موسیقی یکی اجرایی حرف دل، شاید بهت بگم، دهه 50 یا 60 رو داره میزن. حالا شاید خیلی نسل جدیدتر متوجه نشن از اون موقعی که حالا من خودم خیلی یادم نمیاد از اون شرایط جنگ مثلا یا قول معروف اون بمبارونایی که میشد توی کشورمون و اینا، ولی خب خیلی کوچیک بودم. ولی خب معتقدم که کلا ردپای جنگ و تأثیری که توی جامعه میذاره تا سالها و سالها پررنگ میمونه و من این رو خودم به شخصه لمس کردم، چشیدمش، تأثیراتی که خب بعداً تو کشور ما از این لحاظ چه از لحاظ فرهنگی چه از شما تو خیلی از شهرهای ما برید هنوز مشکلاتی که دارن حل نشده اصلا از اون بمبارونایی که شده چه میدونم. این آهنگ بیشتر به این مسائل داره میپردازه.
بیشتر به شاید همین جریان کرونایی که الان وجود داره و شاید این بی‌تدبیری هایی که خب هممون شاهدش هستیم، کسایی که خیلی بیگناه قربانی مسائلی شدن که حالا نمیدونیم پشت پرده دقیقا قضیه چیه، ولی من خودم به نوبه یک آدمی که دارم کار موسیقی راک میکنم و لیبل این جریان رو یدک میکشم، وظیفه خودم دونستم که یه موسیقی توی این سبک توی این شرایط و این برهه و بازه زمانی ارائه بدم و فکر میکنم که وظیفه هممون هست. من میفهمم خب امکان داره سخت باشه برامون، ممنون کاری داشته باشه، چه میدونم کنسرت نتونیم بذاریم با این آهنگا، چه میدونم، ولی خب تهشی مثلا ما وارد این سبک شدیم که این حرفا رو بزنیم. اگر بخوایم همش به مسائل احساسی بپردازیم، من فکر میکنم خیلی سبک های دیگه هستن که دارن به مسائل میپردازن. من اگر از یه چارت 100% بخوام در نظر بگیرم، فکر میکنم 30% رو توی موسیقی راک ما بعد مسائل احساسی، چون حالا احساسات، عشق و همه این مسائل هم هستش توی زندگی انسان و مقدس قابل ارزش هست، ولی سبک ما سبکی نیستش که فقط بخوایم به این مسائل بپردازیم. مخاطب ما انتظار بیشتری از ما داره. چون شما میبینید توی سبک پاپ دوستان هستن به اندازه کافی، مجوز هم بهشون داده میشه، تریبون هم بهشون داده میشه، بهترین و بزرگترین سالن ها، بیلبورد ها دارشون هست و خب جریان مافیای موسیقی هم ازشون حمایت میکنه. ولی این کشور ما الان احتیاج بیشتری به سبک های دیگه داره، یعنی سلیقه مردم صرفا فقط نباید پرورش پیدا کنه با سبک پاپی محصولی که حالا خیلی ساده و خیلی راحت و فقط در مورد مسائل احساسی داره میپردازه. چقدر عالی و چقدر خوب توضیح دادی. میدونیم که حداقل توی ایران و به هر حال فضای جهانی موسیقی راک رو یک نوع موسیقی انتزاعی اعتراضی میدونند، که یا یک نوع موسیقی که یک مقدار ماورایی هست، یعنی از لایه‌های دیگری از ذهن انسان و درون انسان و روح انسان پرده برداری میکنه و ارتباط خاصی میگیره. خب این خیلی خوب هستش که شما وقتی فضای کارت بسته است راهی رو پیدا میکنی برای ارائهش. این اصلا اساساً ذات یک موسیقی راک و یک موسیقی دانه اگر راک هست بگیم.